همسفر ما باشید. همچنان سفرمون رو در شهر زیبای میبود ادامه میدیم. این بار از نارین قلعه که به کهندش هم معروفه و یکی از قدیمی ترین قلعه های استان یزده براتون میگیم. به روستای زیبای مرور سفر میکنیم و از بومگردی و طعم نون محلی و غذاهای خوشمزه میچشیم. از محیط زیست و حیات وحش و آرامش در دل طبیعت لذت میبریم. و البته به موزه زیلو سر میزنیم و از تاریخ کهن بافت این صنعت مهم جویا میشیم. شما همسفر ما هستید در شهر جهانی زیلو، میبد، استان یزد. با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی و داریم جاذبه های دیدنی میهن عزیزمون رو با همدیگه مرور میکنیم. اینجا استان یزد، شهرستان میبد، و ما داریم جاذبه های دیدنیش رو بهتون معرفی میکنیم که رسیدیم به روستایی به اسم مرور و اقامتگاه بومگردی. ما در برنامه همسفر در مورد سفر ارزان براتون صحبت میکنیم و اقامتگاه هایی که بومگردی دارند و میتونید شما برین اونجا از حس خوب زندگی روستایی بهره ببرین. یعنی وقتی شما میان به اینجا میتونید یک زندگی روستایی رو تجربه کنین و قشنگ لمسش کنین. آقای ابوالفضل خان طاهری نیا، ما اومدیم خدمتشون، میزبان ما هستن، دعوت کردن. سلام علیکم شما رو بشنویم با بینندگان و بعد بریم سر اصل مطلب. خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید جناب مغنی باشی. خواهش. باعث افتخار ما، خیلی خوش آمدید به شهر ما و همچنین بینندگانتون. انشالله لذت ببرید شما و بتونیم انشالله این لذت رو انتقال بدیم بیننده ها، انشالله بتونن امتحان کنن. روستای مرور، درسته؟ درست گفتم. مرور. به چه معنای مرور؟ حقیقتش نتونستم پیدا کنم. بابا شما به اینجا اقامت رو بومگردی شاید، البته اصلا سند نداره، ولی مثلا معبر بوده، محل گذر. چون از ما دقیقا تو دامنه کوه هستیم دیگه، از بغل همین کوه این سمت می اومدن و به سمت نایم می رفته، یه جاده بوده، شاید معبر، نمیدونم، ولی بعد تغییر پیدا کرده به مرور، ولی ریشه‌شو نتونستم واقعیت پیدا. این معماری که اینجا درست کردین، این معماری همین روستاتون بوده یا خودتون ابتکاری به خرج دادین؟ نه دقیقا، ما همینجا از سنگ استفاده میشده و گل همینجا و کاه هم قاطیش میشده. اگه دیده باشید رنگ زرد هم داره اینا، از گلای خود همینجا برداشت میشده. الان تو حیات خانه بومگردی هستیم. اسم خانه بومگردیتون چیه؟ خونه به نام عمه خودم هست، عمه رباب. عمه رباب؟ بله. عمه رباباتون هستن؟ بله، عمه 80 خورده سالشون هست و زنده باشید. الان هم یه مقدار کسالت دارن که تو اتاق هستن،
و حالا یه فلسفه هم داره که من اسم ایشونو گذاشتم. چه فلسفه داره بگی؟ خواهش میکنم. واقعیتش مادر بزرگم، مادر عمه مریض بوده، یه بیماری داشته که به اصطلاح احتیاج به پرستاری داشته و همین دوتا فرزندم بودن، پدر بنده و عمه، دوتا فرزند خانواده بودن. پدرم که ازدواج میکنه میره میبود، دیگه عمه میمونه به پای مادرش و پرستاری مادر به اصطلاح انتخاب میکنه و تشکیل خانواده نمیده، اصلا فرزندی نداره و ازدواج نکرده. آره، برای همین ما گفتیم اسمش زنده بمونه دیگه، حداقل تنها کاری که از دست ما برمی اومده. خیلی هم جالب و خوبه. عمه رباب. عمه رباب، بله، اون تو بونگردی عمه رباب، اسمش خیلی جالبه. زنده باشه. یه چایی بریز بخور موقع باشه. خوبی جای بومگردی اینه که آدم زندگی روستایی رو قشنگ لمس میکنه. دقیقاً، بله. این دودگ اجازه بده من صحبت کنم. البته خب ببخشید من جابجاش بکنم. آره آره، جابجا کنین. دود میگن خوب نیست آدم دود زیاد بخوره، نه دست شما نکنه چای آتشی. بعد ما الان قرار چیکار بکنیم تو خونه شما؟ حالا اگه افتخار بدید ان شاء الله ما طبق معمول برای همه مهمونامون این برنامه رو داریم. وقتی میرسن اینجا خمیر رو آماده میکنیم، وقتی که میان شروع میکنیم نون پختن با هم دیگه. تنهایی خودتون؟ نه، مادر هستن. مادر. بله، ستون اصلی اقامت که مادر هست، که خوب شد فرمودید. اسم عمه رو باب هست، ولی خدا میدونه که واقعیت اصلا بنیان این کار بارش رو دوش مادره. مادر حدود 18 سال اصالتا میبودی هستن مادر، ولی حدود 18 سال 20 سال پیش ایشون خیلی علاقه داشت به روستا و اینا، گفت میام روستا. ایشون الان حدود 20 ساله، یعنی قبل از اینکه اینجا زندگی میکنن. بله، پدر مادر اینجا برگشتن، اومدن از روستا، اومدن اینجا و ما هم همونطور به طبق علاقه ای که داشتیم از بچگی میرفتیم میومدیم، کم کم هم دیگه این فکر رو پرورش دادیم. و نهار چی بهمون میدین؟ نهار خدمت شما عرض کنم که آب گوشت داریم، کل جوش داریم، خدمت شما عرض کنم. اشکنه داریم، غذایی که ما اینجا مخوردیم، چاره نداریم. آقا ابوالفضل اتفاقا چقدر چاره داریم، چقدر خوبه. دغدغه تمام توریستا و گردشگرا اینه که غذای سالم بخورن، غذای خوب و مقوی باشه. کباب و غذای کبابی همه جا هست. بله درسته، همینطور. ولی غذای سنتی همه جا با دستپخت مادر شما، به خصوص با دستپخت عمه رباب، اینا پیدا نمیشه. زنده. و این فرصت باید غنیمت شمرد. من آقا ابوالفضل بریم نون بلدی بپزی. حالا به کمک شما یاد میگیریم از شما. من یادشون میدم آقا ابوالفضل، نونو میزنیم به تنور، شما هم همسفر ما باشین. زنده. آقا دست در نکنه. میشه نبود بفرد نبود هم بفرد. سلام، حال شما خوبین؟ سلامتین؟ خمیر آوردین ها؟ خداحافظ شما. دو و چهار و شیشتا آقا ابوالفضل، شیشتاست، سه تاشو من میزنم، سه تاشو شما. بسم الله. من هم بسیدم 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 بزنم اقیقی خراب شو. آه، اول شما میخواید خراب کنین؟ خب اجازه بدید من تنور رو تمیز کنم. تنور رو تمیز کنین. خب تمیز کن. ببین این پارچه. برو انجام بده. الان داری چی کار میکنی؟ تنور رو باید تمیز بشه وقتی که آتیش دوزوندیم توش.
الان تنور تمیز شد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آب خوب بزنید. بزنید. خدایا با امید خود. بسم الله. مادر بله. من خیلی نون زدم به تنور. بله. هیچ کدوم اینطوری نبوده. خب همه دو نون باشی. نون ببنید. نون ببنید. به من بزنم. بسم الله. خیلی. طرف دست زن تو آن. یکم. خوش بده مثلا کم خیلی هم خوبه. میخوام نونو بزنم به تنور. ماشاءالله دیگرشون. نه کارم خوبه. خیلی عالی. درسته خوب زدم مادر. تایید بکن. آفرین. یه ذره که جای همش بشه. جای همه میگم همه رو میخوای با هم بزنی. بغل هم باید بزنم. یه خمیرا جا باشه. میگم که این نونه اسمش چیه؟ تافتونه؟ نونه تنور. ما بهش میگم تنور. نونه تنور. نونه تنوری بهش میگم. آره یکم خمیرش گنده. بعد چنگال و اینا نمیذارین هوا نگیره پف بکنه؟ همجه بله. آقا اول فرصت نوبت شماست. بفرمایید. شما بزن. نه شما بزن به خراب کن. چه محکم نمیزنی؟ دهن میشه. تنورش خراب میشه. تنور میگن خراب میشه. خوبی داره. ماشاءالله همین که از آتش نعمه ترسی و والدی بالا زدم نه؟ خوب. نگ باشه. ببخش. حالا اینو چجوری باید پهن بکنم؟ به اندازه که جا داری. نگاه کنی. به اندازه که جا داری. آره. نوبت شماست. اینم گزین. شما که نذاردی دیگه. نه. تا شما هستید. آخ نه خواهش میکنم. اصلا کلن من باید نونوا میشدم. بزنم. بسم الله. خوب شد. خوب شد. نه رفت تو تنور. گفتان نداره. همونجا مرسه. همونجا مرسه. یه بار خراب کردم دوباره دارم میزنم. مادر میگه باکت نباشه. بزنم. ماشاءالله. خب ما همونطور که گفتیم اومدیم توی روستای مرور. زیادم فاصله نداشتیم. چقدر فاصله داشتیم تا 21 کیلومتر. میبود 20 کیلومتر. 21 کیلومتر. دقیقاً. 1 کیلومتر چقدر بگیم؟ دقیقاً. دقیقاً. 13 کیلومتر هم خاکی اونم دقیق. 13 کیلومتر خاکی اومدیم دقیق. بیست و یک کیلومتر هم تا میبود مجموعاً. با 8 کیلومتر آسفالت میشه 21. 8 کیلومتر که اون تو مسیر جاده بود. شرق غرب کجا؟ ما دقیقاً غرب میبودیم. دقیقاً غرب شهر میبود هستیم. غرب میبود. بله. روبروی من کوهه. یعنی دقیقاً پای کوه ما هستن الان هستیم. و نونا چقدر طول میکشه آماده بشه؟ حدوداً 10 دقیقه. اون اینکه آماده شد نه؟ آره یه ذره دیگه باید تاش کنه. اینم یه نوع دیگه از نونه ماست. نون روغنی. آها. خب بیاین اینجا من توضیح بدم. آقای شاکری بگیر. این نون روغنی هستش. نون تاوه بهش میگفتن جاهایی. بله. که توی تاوه قرار میدن. بعد میان جلوتر ما در بگین. بله. نون کماج بهش میگین بله. شما بله. کماج قبلا ها یه چاله میکندن تو چاله میذاشتن بله. درسته بله. آره بله. خب بیاین ما حالا بذاریم تو تنور بذاریم تو تنور اونا درو کنار بذاریم آها حالا حله بله بله یه چند دقیقه بعد 10 دقیقه بشه بریم چای بخوریم نظر بله. چیه عالی عالی بفرمایید
نام خدا. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه همسفر. امیدوارم که حالتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه. فاطمه طاهری هستم و خیلی ممنون و متشکرم از اینکه ما رو همراهی میکنید با نگاه‌های مهربونتون، دلگرمی ما. این بخش از برنامه همسفر می‌خوایم یه پیشنهاد خوب بهتون بدیم برای سفرهاتون. پیشنهاد امروز ما اقامتگاه‌های بومگردیه که در کنار حالا اون هتل‌ها و هر مکانی که برای اسکانتون در نظر دارین، حتما اقامتگاه‌های بومگردی رو هم تجربه بکنید. به خاطر اینکه زندگی واقعی مردم هر منطقه رو میتونید توی این اقامتگاه‌های بومگردی حسالش رو تجربه کنین. اون غذای محلی که برامون تهیه می‌کنن در این اقامتگاه‌ها و اون عطر و بوی خوبی که داره واقعا میتونه حس خوبی بهمون بده و برامون خاطر انگیز بشه. همینطور از وسایل قدیمی در این اقامتگاه‌ها استفاده میشه که حالا اگه بزرگترها و قدیمی‌ترها هم در سفرها ما رو همراهی کنن، براشون حس و حال زندگی‌های دوران گذشته‌شون تداعی میشه. این پیشنهادی که بهتون دادیم امیدوارم براتون جالب باشه و ازش استقبال بکنین. و همین که اگه پیشنهادی دارین برای سفر، حتما به آدرس همسفر.tv به ما انتقال بدین و بهمون پیام بدین. ما هم قول میدیم که در این بخش، در بخش پیشنهاد خوب، به شما عزیزان منتقل کنیم. همچنان همسفر ما باشید. شوف الان داره هنوز شده مرسه. ببین نونو رو میچرف کنیم مثل این نون. نگاه کنید نونو رو میکنیم از اینجا، اون طرفش الان رسیده. اینجا دوباره میذاریم بغل آتش. آها دیدی تو ارتباط. این چی؟ این یکی هنوز نرسیده. آه نرسیده. اون چه خیلی رسیده. آره. اصلا سرخ شده. بله اون الان سرخ میشه دیگه، تمام کارش. آره. میرمش بیرون. این چی؟ بذار اجازه دست نست نست زونی با این بردار. نه بابا داغ نیست، نکن این حرکت رو. چه جلزلزی میکنین روغنه ها؟ روغن حیوانی. بله با روغن حیوانی. روغن حیوانی این نون پخته میشه با روغن حیوانی. حالا میشه بعضی وقت داخلش سبزیجات و مثلا گوشت و قرمه اینا رو هم میشه گذاشت لای اون که اینا کی بره. میرسه گرسنم من 10 دقیقه دیگه قول میدم. آخه 10 دقیقه پیش گفتی 10 دقیقه دیگه. خب 10 دقیقه طول کشید دیگه. آخه الان دوباره میگی 10 دقیقه دیگه. کاتای شما. آها ذره زبطین. آره دیگه اون چیزی که شما میبینید فراتر از اون چیزی که ما ضبط میکنیم. وقت اضافه را خب الان درش دوره ببندیم؟ الان دیگه سعی میکنم اونا رو برسونیم دیگه. نه نمیخواد برسه، بذار طبیعی برسه. خب باید برسه دیگه، الان بیشتر از این هم دیگه خشک میشه. خب بس بده. نگاه کنید ببینید الان باید بذاریم رو آتیش دیگه، بیشتر از این خشک میشه. یه لحظه اجازه بدید من الان برسش میکنم. ببینید حالا من اینجا دستگیره ندارم، بله سنگ استفاده میکنید. الان از پیرامون بذاریم اینجا بعد استفاده بکنید. خب بعد این مثلا نگاه کنید تقریبا رسیده. آره اینو تقریبا رسیده دیگه، فقط این یه قسمت سفید رنگه، اینو برعکس میذاریم رو آتش. نگاه کنید. آها خب بعدش هم باید اینم بریم بشین پیش میسوزه. اینم دوباره میچرک کنیم یه مقدار بزنیم سر چش. بخوای اینطوری اگه بخوای نون بپزه 50 نفر رو نون بده که دیگه هیچی. شما وقتی میرین اینجا لذت نون طبیعی رو میخوای ببری، باید به همه اندازه براش وقت صرف کنی. از اون بهاست. خیلی خوب. یعنی آماده شد؟ نگاه. اسم نونه چیه؟ نونه تنوری. نونه تنوری. هیزومی. بله بفرمایید. هیزومی دیگه. آره بله. اینو با چی میخورن؟ الان بهت میگم. اینو نگاه کنید. اینجا آماده است. کره حیوانیه و ما روغن زرد قبلا شنیده بودم عباس آقا. این بله چیه؟ بعضی از جاها میگن روغن زرد. خب این که سفید زرد نیست، این کره بوزه. روغن بوز سفیدتره، اونا مال گوسفنده. روغن گوسفند مزهش فرق داره. این هم یکی دیگه نو بفرمایید. دست نسوزنی. خیلی هم عالی. دست شما در نکنه. بزنید ما برای سفره مادر بیاری اینجا.
دست شما در نکنه، چشمتون بلا. دست پخت من خوبه مادر؟ بله عالیه. پسندیدین؟ خوبه نونوا میشم نه؟ بله نونوا هست یا میاله. میخوای بیام اینجا کمکت کنم ها؟ آمادم. بتونی ما از این ندارم، نمیتونی گرفتاری مجنم کار داری، باشه. میگم قایش میگم این باید با چه غذایی بخوریم که بهمون بچسبه؟ آب گوش. بشه هم دیزی بگی هم آب گوش. خب آب گوش، کالا جوش، ما میگم کجوش، کلجوش، کجوش با روغن حیوانی، با سبزی، پنیر، ماست، اشکنه، اشکنه، اوماج، تخم مرغ، مرلی، هر چی که دوست داری داره اینجا. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، محبت کردین. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. آقا ابوالفضل به همراه مادرشون اینجا روستای مرور هستش که با مهمانشون هستیم و یه خانه بومگردی که به هر حال مادر زحمت کشن، یه غذایی هم آماده کردن. اومدیم برای ناهار اینجا. کلجوش. کلجوشه؟ بله. با کشک حیوانی، روغن حیوانی. آها، این کلجوشه دیگه، درسته؟ بله. وای، دود رفت و چشم. با چی درست کردین اینو؟ روغن حیوانی با پیاز قرمز کردم. آها. و کشک. نعنا، مغز گردو، کشک. بله. بله. کشک و ساویدین. بله، کشک. این ضرب المثلی که میگن برو کشک دو بسا. بله. آه، شما کشک دو ساویدی. کاش که میدادی منم کشک میساویدم. بله، این دفعه. یعنی میتونم امتحان بله، کنم؟ بله بله، شما هم بکاری میتونم. دست شما در نکنه. غذا آماده شد، سفره انداخته شد. مادر دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. آقا اول فقط دیگه بس، خیلی خوبیدی. من سیباشم مونده. چش. سیبا مونده، یعنی اینا رو می‌خوای بریزی؟ یکی دو تاش. ببخشید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. این همه غذای خوشمزه رو شما خودتون تنهایی پختین؟ قابل شما نداره. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. بسیار عالی. فقط اینو بهتون بگم چون ضبط این برنامه یکم حالا طول می‌کشه، به هر حال ما بخوایم تصاویر بسته رو بگیریم از غذاها و بخوایم اینا رو معرفی بکنیم. غذا از دهن افتاده، از سرد شده. فکر نکنم غذا داغ می‌خوریم. نه، ولی در هر صورت خیلی خوشمزه است. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون مادر جان. اینکه همچین فضایی رو آماده کردین و ما تونستیم به هر حال اینجا رو معرفی کنیم به بینندگان. آقا توریست‌ها و گردشگران میان به بومگردی شما یا نه؟ چجوریه وضعیت استقبال؟ بله خدا رو شکر، من البته دو سال یکی کار شروع کردم، تازه دارم پیدا عمومی میکنم و خدا رو شکر میشناسنتون؟ بله خدا. کسایی که بیان میبود میتونم اینجا. بعد اتاقم دارید برای اقامت که شب بمونه؟ بله. چند قیمت؟ قیمت ما با شام و صبحانه نفری 75000 تومان. یعنی طرف که میاد اینجا شام میل میکنه، صبحانه میل میکنه و اقامت. و اقامت 75000 تومان. قیمت مناسبی هستش. به هر حال شما میتونید یک روز رو در اینجا بگذرونید و بهتون خوش بگذره. هرچند الان خب زمستانه، نمای روستا نمای جالبی نیست، سرسبز نیست. خب به هر حال زمستانی هست و بدون برگ و بار، ولی باز هم ارزشش داره. شما بیاین اینجا از این فضا استفاده کنین، به خصوص ایام نوروز که 100% فضا اینجا خیلی بهتر و عالی تره. درسته مادر؟ بله بله. اینجا بهارش بهاره. بهارش بهاره. گواشم کوه. گواشم کوه. تو این کوها گیاهان دارویی هم شما میرید برداشت کنی؟ بله. گل زوفه داره، آبیشن داره، زیره داره، خیلی گل و گیاهه. دست شما در نکنه. آقا شما چی خوش گذشت؟ خیلی عالی بود. خیلی عالی بود. آقای
آیا هادوی چند روزه با ماست و همه این فضایی که معرفی میکنیم داره ایشون معرفی میکنه بهمون، بعد خیلی هم لطف کرده. الان یه لحظه حافظه یاری نکرد، ببخشید. آقای هاتفی هستم، معرفی میکنم. علی آقا نظری هم که یکی از تحصیل بردارمون. به هر حال جای همه شما رو خالی میکنیم پای سفره توی روستای مرور و امیدواریم که شما به صورت فیزیکی بتونید بیان اینجا و از این فضا هم بهره ببرین. تا گزارشی دیگه از برنامه همسفر، همه شما از آن به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار. We'll be right back.